قفل گفتگوهای صلح رسما کلید خورد و جاده پرخم و پیچ صلح بنبستش شکسته شد. با این هم انتظار می رود که با امضای این توافقنامه درهای صلح یکی پی دیگر گشوده شوند و در مخالفت های مسلحانه در کشور قفل زده شد. این موافقت نامه برای سایر مخالفین مسلح باعث یک الگو و مثال قرار گرفته و از جنگ و خشونت دست بردارند. پیشرفت‌های دیگر نیز داریم که انقریب همه شما شاهد خبرهای خوب دیگر نیز واحد بود. در این میان گفتگو کننده ارشد حزب اسلامی به همسایگان افغانستان پیامی دارد. کشورهای همسایه ما بدانند که سوختن افغانستان باعث سوختن کشور از اونها میشه، ولی ساختن کشور افغانستان باعث سرافرازی و ساختن کشور خودشان میشه. نشستن برخی از چهره ها در این مراسم کنار هم و یک صدایی همه برای پایان خشونت ها در کشور نشان دهنده همبستگی افغانان برای یک آینده بهتر پنداشته می شود. در ارتباط با دیگرای هم که در جنگ هستند با اونمو اصول بسیار واضح که یک وقت او را شرط میگن، من فکر میکنم که شرط نیست، او اصول است که بدون از او صلح تامین شده نمیتونه. اگر قانون اساسی افغانستان قبول نشه پس تامین صلح ناممکن است، چرا قانون اساسی افغانستان از هوا نامده یا یک کاغذی نیست که بر ما در کس دیگه چه لوانش کرده باشه. با این هم جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور، صبغت الله مجددی، محمد یونس قانونی، محمد کریم خلیلی و احمد ضیا مسعود مشمول کسانی هستند که در هنگام امضای توافقنامه صلح با حکمتیار در کاخ ریاست جمهوری حضور نداشتند.